درود. در برنامه این هفته در این فضای باصفا و رودخانه نیم زلال که بعدم آبشو مزه خواهیم کرد، نمیدونیم چرا، این شما و این سرنا. سپاس، بسیار عالی، خیلی ممنون. ممنونم محسن عزیز، خیلی متشکرم. با ما هستیم در این جای فرح بخش، واقعا زیباست، سرشار از آب، کشور کمبود آب. البته شاید بهترین جا باشه برای سرنا و این برنامه را ما تقدیم کردیم به سرنا، البته با همراهی دفع شما که ثابت کنیم به خانواده که سرنا ساز درستی بود شما انتخاب کردیم. ممنونم. چون معمولا میگن حالا موسیقی که ولش کن، سرنا که اصلا دیگه چته. واقعا همینطوره. درست همینجوره. چون شما هم برها بدون شک راه طولانی و پرصدی رو گذروندی که با ما اینجا باشی. زنده باشی. بسیار بس. ممنونم از محبت شما. ثابت می‌کردیم مثلا شما تو کنسرت‌های مختلف هم دیدم. بله. تصویرش ما اینطوری. کنسرت‌های خارجی، کنسرت‌های داخلی. با خارجی‌ها شما می‌زنی حتی؟ بله. من این ساز رو تونستم تو ارکسترای خیلی مهم، ارکسترای خارجی استفاده کنم. از جمله مثلا من یه اجرایی داشتم
کشور چین فستیوال جاده ابریشم که واسه اولین بار سرنای ایران در واقع تو اون فستیوال با اون گروه اجرا میشد. گروه کجایی بودن؟ چینی بودن؟ چینی بودن، گروه چینی بودن. و اینکه بازم تو ایتالیا من تونستم با یه ارکستر اونجا همکاری کنم. بسیار عالی. و اتفاق و بلندی صدای سرنا که شهره آفاق است. دقیقاً. اونا به حال لذت بردن و میشه گفت لذت بردن. چون جوری که شما میزنید بدون شک شیرین کاری داره، یعنی خیلی من واقعا لذت بردم. بدون شک سرنا زنان قهاری هستن، ما نتونستیم ببینیمشون در روستاها هستن، بدون شک شما تحت تاثیرشون بودین، اما دسترسی بهشون نداشتین. دقیقاً، من واقعا مدیون نسل گذشته این ساز هستم و همیشه قدردان این اساتید هستم. که این ساز رو در اصل از عروسی ها شما آوردین به سالن های کنسرت؟ بله واقعا، یعنی این ساز قبلا توی مراسمات عروسی یا نهایتا تو مراسم های در واقع عزا استفاده میشد، ولی خوشبختم و این قضیه که تونستم و حالا دوستان دیگه هم من دارم که این بله، ساز رو که تونستم این ساز رو در واقع ارکسترال کنم. بله، با گروه بزرگ. بله. قسمت اولی که شما اجرا کردین مقام دوپا. مقام دوپا بود. بله. یعنی چی؟ مقام دوپا یکی از مقامای بله رقص داره. آه. مقام دوپا یکی از مقامای اصیل موسیقی لرستان هستش و اینکه تو مراسمات شادی در واقع این مقام نواخته میشه، چه با ساز سرنا و چه کمانچه. حالا در واقع همراهش هم که شما رقصش چطوری واقعا با دو مثلا شما لور هستی نیستی؟ من لورم. جدی؟ خانوادتون لوری هستی؟ میگم بختیاری لوری به رقصش یه حرکت کوچیک من فهم کنه اگه بله. میدونی اول اینکه پای اینو بعدش پایداز تو این شکل این و حالا مقام دوپا رو شنیدیم و زدیم و نرخصیدیم باهاش. بله. آهنگ بعدی ما مقام سپا خواهد بود. بله. که اینم باز یه نوع رقصه. اونم یه نوع رقصه و اونم بازم تو مقامای در واقع شاد موسیقی لوری هستش. خوش میکنیم با صدای رودخانه. مرسی. موسیقی بی بی سی رو نگاه میکنید که در این کوههایی که زمان نامش کوههای قفقاز بوده داره اجرا میشه و ما اینجا اومدیم صدای سرنا رو به اینجا آوردیم به خاطر این بنا، به خاطر قاجارها اومدیم اینجا به این نقطه از دنیا و خواهش کنم بیاییم بالا، داستان ادامه دارد اینجا. بله خواهش کنم بفرمایید، چون ایوون برای ما خیلی مهمه و داستانها داره که داستانش هم در این کتاب تازگی چاپ شده به زبان فارسی، ارفع الدوله و گرجستان به زبان انگلیسی و فارسی. ایشون ارفع الدوله هستش در سنین مختلفش و اینم سومین قصری که ارفع الدوله ساخته در موناکو یا مونته کارلو که الان جنوب فرانسه است و یک پادشاهی خودمختار بوده، الان هم مرکز کازینوها هستش و اینجا میبینیم که در حیات همین قصر کاخ دانشگاه در مونته کارلو نماد کورش کبیر رو گذاشته بوده در حیاتش و همینطورم چیزهایی و اینم همسرانش هستن و زمانی که این کاخ فیروزه ساخته میشه به دست ارفع الدوله و به حمایت دولت ایران عمل بسیار مهم بوده. اونا میخواستن در مطرح‌ترین جاهای دنیا ایران نامش باشه
و یکی از اون جای مهم دنیا اینجا بوده، در کنار آب معدنی برجومی که روس‌ها کشف کرده بودن. عرفاء‌الدوله اینجا رو می‌سازه برای مهمانان اشراف قاجاریه که میان برای دیدن این قسم از ییلاق قفقاز اینجا بتونن بمونن. 17 تا هم اتاق داشته. اینجا 1309 هجری قمری ساخته شده، یعنی 1271 خورشیدی، 7 سال پیش از اینکه ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی کشته بشه و نامش رو بذارن شاه شهید، زمانی که مظفرالدین شاه ولیعهد هنوز بوده. و این هم عکسی است از اتابک اعظم، نخست وزیر ایران در زمان ناصرالدین شاه. و در دو طرف هم عرفاء‌الدوله رو میبینیم که بعداً یک پرنس یا شاهزاده خطاب میشه، پسر یک پارچه فروشی که از خانواده بسیار خوب و ایرانی مقیم ایروان اون زمان بودن. در اتفاقاتی میفته به عنوان یک مترجم برای ناصرالدین شاه، خلاصه کارش به اینجا میکشه که میشه سفیر کبیر ایران در منطقه قفقاز. زبانهای بسیاری بلد بوده، حتی سوئدی، آلمانی، روسی، فارسی جای خودشه و فرانسه. و عرفاء‌الدوله 5 بار نامزد جایزه صلح نوبل شده در اوایل قرن 20. یعنی خارجه بسیار دوستش داشتن، 32 مدال افتخار بهش دادن کشورهای مختلف اروپایی، یکی از محبوب ترین شخصیت های ایرانی بوده در زمان قاجار. عرفاء‌الدوله جزو کسانی بوده که در زمان خودش فرزانگان و دانایان اون رو دانش نام گذاشتن، یعنی میگفتن اینقدر آدم جالب و فهمیده که برای اسم فامیلش بزنین دانش. اینجا توسط گچکاران و آینه‌کاران ایرانی ساخته شده و نام معمار اصلیش هم اونجا هست به اسم میرزا محمد قزوینی. یک شعری هم بهش تقدیم کردم بالای این دیوار که میگن سعدی میگه مرد نکونام نمیرد هرگز و غیره، ایشون هرگز نخواهد مرد چون دوتا قصر زیبا رو، دوتا جواهر رو ساخته، که این قصر یکم قصر سفارت ایران در دوران قاجار در تفلیس هستش. روی سقف اینجا نقش‌هایی می‌بینید، کمه نقاشی‌هایی هست از زمانی که این کاخ ساخته شد و اینجا فعال بود. روس‌ها می‌اومدن داخل این جنگل و آب معدنی می‌نوشیدن. آب معدنی اینجا خیلی معروفه و اونجا می‌بینی که چشمش رو می‌بینی که اون زمان و الان عین هم هنوز چشمه، یک قسمت مخروطی داره که از زمین آب می‌اومده بیرون می‌جوشیده و بعد لیوان لیوان رو میخورم. بالاش هم یه سقف بوده. اولین باری که من اومدم برجومی به هوای این ساختمون، چشمون به جمال آب معدنیش روشن شد که عجیب تری آب معدنی که من در عمرم خوردم. این آب معدنی با همه اونا فرق داره. نگاه کنیم به داخل پارک و داستانمون تا برسیم دوباره به سرنا. این پارک از زمان عرفاء‌الدوله اینجا برپا بوده، روس‌ها ساختن، خانواده اشراف به خاطر آب معدنیش. ببین چه مزه اینه. به احتمال یه شیراب همین خونه بغله. مزهش بد نیست، طبعا هم مزه هیچیه، ولی چشمه اصلی یا مثلا نماد یکی از این چشمه اصلی این جلوتره که از زمین انگار میجوشه. خب این کوهای به این قشنگی طبیعی آب این خوبی داشته باشه. ساختار فلزی که می‌بینی اینجا خیلی مشخصه همون اواخر قرن 19 میلادیه و انقلاب صنعتی، آهنای بسیار بزرگ و حالتی که داره. ببین اونجا چشمه اونجاست، اینو روسا ساختن. خب این چشمه اصلیش سال‌ها اینجاست. کنم ما چه سرویس خوبی. تانکی، سپاس. آب گرمه، بوی تخم مرغ میده. بسیار مزه عجیبی داره و جالبه که آب خوردنیه. یه خورده بوی تخم مرغ داره، مزه مثلا سوپ قارچ و نیمه گرمه، خیلی کم مزه مثلا دریا، ولی از اون مزایایی که آدم تویش معتاد بشه. یعنی اصلا مهم نوشیدنیه
غیر کوکائین بخوره. یکم میام شوره، نمکش زیاده. خیلی جالبه. همینم هم گازدارشو میفوشن تو شهر، آب برجومی. تنکی. زیبا، خیلی ممنون. من نمیتونم دقت نکنم روی این، خیلی جای خیلی زیباست. اینا برس رسیده شما؟ اینو من از یه نوازنده قدیمی گرفتم. این ریشه نیه، ریشه نیه و اصطلاح علمیش در واقع قمیش میشه. قمیش درسته، بله. ولی این حیاتش که سیاه شده که افتاد زمین، باقتم بابا چیه؟ ایشون تا یک روب داشت به این برمیاد که سیاهش درست میشه. بسیار ظریفیه، خیلی حساس. حالا برای من خیلی سوال، خب شما جوانی هستی، رعنو تمتن، و من بکنم شما چطور سازو یاد گرفتی؟ من سرنا رو خیلی اتفاقی تقریبا فکر میکنم 9 سال یا 10 سالم بوده، توی مراسم عروسی دیدم و در واقع پیگیر شدم، آهنگا رو گوش میدادم، رو آثار اساتید بزرگی مثل استاد مرحوم شامیجدان مرادی، استاد رمخدا نوریشاد، من این آثار رو گوش میدادم و تمرین میکردم و اینکه حالا تقریبا پس همه رو در اصل با گوش یاد گرفتی؟ با گوش. و اون موقع سرنا در واقع سازی نبود که آکادمیک باشه، علمی باشه. بله. تونستم این ساز رو در واقع آکادمیک کنم، یعنی نوتش کنم، و الان خوشبختانه خیلی از کسا هستن که در واقع پیگیر این ساز هستن، هنرجوی این ساز هستن و حتی خانوما. ولی خب خیلی کار بزرگ، شما کتابی هم بزرگ چاپ خواهی کرد که اصول سرنا نوازی و اولین کتاب سرناست در واقع که داره منتشر میشه. خب خیلی ممنون. ولی میخواهم ساز شما رو عوض کنیم. اون یکی رو ببینم. اولا آره کرنا آره. اگه میشه و آهنگ دیبلال اگه میشه شیر شما... علی مردون و دیبلال شیر علی مردون و دیبلال رو برای ما اجرا میکنم با ساز کرنا. ببخشید حتی من کرنا رو اشتباه با بوغ اشتباه گرفتم، فهم کرنا دراز زمین چه باش ریت زد. کرنا پیشینش برمیگرده به زمان هخامنش. درسته. و حتی یه سری اکتشافات هست از این ساز که میگن قطعا مال اون زمان هستش. بله. ولی جنس از چوب بوده یا از فلزات بوده اون زمان؟ خدمتتون میگن که کرنا قبلا از جنس سفال بوده. چه عجیب. بله. صدای عجیبی. که حالا به مرور زمان به شکل‌های مختلف فلزی و حالا چوبی تغییر پیدا می‌کنه. خیلی ممنون. ایشون در ازه گفتن کرنا از سفال، کدوم ساز کوبه ما سفالی میتونه باشه؟ کوبه. نه اون که نه اون رو جدید ضرب زورخانه. و حالا یک از آهنگای بسیار محبوب محلیمون رو میشنویم که خواننده‌های مختلف خوندن، ولی این روایتش درستش خواهد بود، زنده باشه، حداقل این روایت اصیلش خواهد بود. زنده باشه. خواهش میکنم.
سپاس. قربون شما. روز داره به آخر میرسه. نور اونور بود، الان رفت اونور. داره غروب میشه. ما از صبح اینجا هستیم که این قطعات رو ضبط کنیم. خیلی ممنون که شما قدمرنجی کردین از اونور مرزها. خواهش می‌کنم. اومدیم به اینور مرزها. نمی‌تونیم بریم اون یکی مرزها. بعد بود اینجا برای اونور مرز. ممنون. چه پیشنهاد دادی که یه آهنگ نوروزی رو بزنیم. حتما. که ما هم پیشنهاد شما رو قبول می‌کنیم و این ساز دهور رو هم که تقریبا نم کشیده کامل، فقط کافی بکنید تو رودخونه درش بمیدید کامل شه، میدنش به شما. بسیار هم سنگینه در زم، خیلی سنگینه، یعنی من واقعا به زحمت دارم میکشم. شما موازید تعدادتون برام نخوره. و قطعه نوروزی رو شما اجرا میکنید که ما نوروز ما همیشه میشنم، ولی در پایین برنامه بهترین هدیه است به ما، برای اینکه شاید این تنها برنامه هستش که تقدیم شده، تعلق گرفته به ساز سرنا. ممنونم از شما. و خواهش می‌کنم جا داره که این آهنگی که همیشه ما سرنا رو به خاطرش خواهیم شنید هر سال رو شما اجرا کنید. این آهنگ از کجا میاد اصلش؟ شما میدونید؟ در واقع این آهنگ خیلی قدیمیه و اینکه برمیگرده به همون زمان هخامنش و در واقع بله خدا داند برای ما اجرا میکنن و الان ثابت میشه که هر روز تا نوروز و نوروز تا پیروز. سپاس. مرسی. خواهش می‌کنم.